د همدې موضوع په اړه بحث لرو چې د ما سره په استودیو کې د افغانستان د غالیو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مرستیال قربان علي جمشیدزاده صاحب راسره دی. ډېره زیاته مننه کوم جمشیدزاده صاحب، په خیر راغلئ استودیو ته. لومړی که راشو د په افغانستان کې د وطني غالیو د وضعیت په اړه باندې راته ووایئ، تر کومه ځای پورې دغه کاروبار کې ستونزې مشکلات را پیدا شوي دي، او یا هم په اوس کې د دغې تولیدات څنګه دي؟ ټوله نه مخکې سلام و عرض ادب تا او همکاران تخنیکي او بینندگان تلویزیون جهانی تلو نیوز و همچنان دستر تمام دستاندرکاران سکتور قالین، به ویژه او خانواده که امروز در این روز برفی پشت دستگاه قالین ششتن و قالین میبافند. بین در قسمت سوال شما که سکتور قالین بعد از تحول سیاسی در افغانستان در قسمت صادرات خود ما مشکل داریم که برای همگی معلوم است شرکت های هوایی پروازهایشان فعلا متعلق است و در اواخر یک دو شرکت های داخلی ما که پروازهای شروع کردن کم کم بهتر شده، و در قسمت تولید چون شغل قالین یکی از شغلزاترین سکتور است و میزان بیکاری زیاد شده، همه رجوع کردن در بخش قالین بافی. امروز قالین بافی در دورترین قریه و قصبه در داخل کشور، حتی با شخصیت ها و کسایی که از کار بیکار شدن آمدن به سکتور قالین رجوع کردن. امروز گفته میتونیم که 50% تولید قالین افزایش یافته و همچنان صادراتش که آقای مومند سرپرست اتاق تجارت گفتن، و در قسمت صادراتش که فعلا بیش از 90% قالین از روی زمینی میرن پاکستان و بعضی کشورهای دیگه، و پاکستان هم بعدا چون مسیر انتقالات از اون مسیر آردانتر است یا آسانتر است، زیادتر امون مسیر انتخاب کردن. امیدوار هستیم که رهبری امارات اسلامی و رهبری وزارت تجارت و همچنان رهبری و اتحادی مالیدین و صادرکنندگان قالین افغانستان در این قسمت حرکت های مثبت انجام بیتن تا بیتونه که برای مردم اشتغال زایی بیشتر شوه و چرخش اقتصادی خانواده های فقیر و بیچاره ای که امروز از بیکاری رنج میبرن اینا را به چرخش بیارن. بله جمشید صاحب، تاس اشاره در لو دل چې د ځبان 90 سلنه د ځمکې د لارې قالین بهر ته صادریږي، او ډېرې هم د پاکستان له لارې مخکې د هوایي دهلیز نه هم استفاده او ګټه اخیستل کېده. د هوایي دهلیز نه به یو څه ناڅه قیمته تمامېده، اما تر کومه ځای پورې اسانتیاوې پکې زیاتې وي؟ دهلیزهای هوایي قبلا یک برنامه سبسایدی بود از طرف حکومت که 75 الی 80% در بخش قالین حکومت همکاری میکرد. مثلا ما اگر شیپمنتی داشتیم در اروپا فی کیلو نرخ نرمال از این $3 بود، و از طریق دهلیز هوایی که ما را صادر میکردیم در 56 سنت. اما امروز اگر ما هوایی از طریق پروازهای دبی از دبی بعدا اروپا انتقال بدیم، این 10 دلار 7 دلار تا 9 دلار افزایش یافته این قیمت ها، که این از توان یک صادر کننده نیست و حتی مو خریدارایی که میخرن این قیمت قالین بسیار بالا میبره. بنابراین هم مسیر زمینی که از مسیر حیرتان، از مسیر دوقارون، از این مسیرها ما استفاده کردیم. صادر کننده ما کسایی که حجم کاریشان زیادتر است از این مسیر کانتینرهای مکمل از این مسیر روان کردن، و شپمنت های خرد و کوچک شرکت های ترانسپورتی که به شکل غیر قانونی بگم یا به شکل سنتی قبلی از بیلتی پاکستان روان میکنن، و از پاکستان با شرکت های ترانسپورتی یا صادر کننده از اونجا در نام زیر نام پاکستان متاسفانه صادر میشه و پولش هم باید اوس هم در پاکستان تو نامالاند صادر. بله، از افغانستان البته به نام افغانستان صادر میشه الی پاکستان. و از مرز ترخم اون طرف هم مسئله قاچاق و رسمیات نیست، فکر میکنم مشکلات زیاد هم در قسمت ما داریم که از مرز ترخم الی پشاور یا بعد اسرس مالکینی که از اینجا روان کردن قرار میگیره، هیچ نوع قواعد گمرکی، هیچ نوع سند رسمی وجود نداره. در این قسمت یک مشکل کلان است. ما تقریبا هر شیپمنتی که از کابل تسلیم شرکت های ترانسپورتی میکنیم در حدود یک ماه الی دو ماه زمان میگیره تا پاکستان برسه، به دلیل از اینکه مافیایی که در اون طرف مرز در این بخش فعالیت دارن اینا را جمع آوری میکنن، 10 موتر 20 موتر که یک جای شد بازی را میبرن، نمیفهمم که به هر شکلی که طرف انتقال میتونن. گرچه فعلا اگر همین مسیر هم نباشه ما مشکلات است، اما باید رهبری حکومت از دو طرف این موضوع باید به این مشکلات رسیدگی شود.
تاسو مخکې اشاره وکړه جمشید صاحب چې تولیدات زیات شوي دي، ځکه دې موږ تاسو ډېری هیوادوال بیکاره شوي دي او د دوی دپاره دا یو ډېر ښه مصروفیت هم کیدلی شي په خپلو کورونو کې دوی هغلته غالۍ اوبدي. په قیمتونو باندې تر کومه ځایه پورې تاثیرات کړي دي؟ کله چې تولیدات زیات شي قیمتونه خامخا ورسره کمیږي. بله، دا یې قسمت متاسفانه نرخ مواد خام ما خیلی بالا رفته، تقریبا 50% 60% بالا رفته. ما قبلا 300 افغانی فی کیلو پشمه می خریدیم، امروز این به دلار تبدیل شده و فی کیلو تار ما در 5.5 الی 6 دلار 5.60 سنت 70 سنت شده. ما جا داره که بازم از شرکت های تولیدی تشکری کنم که در این زمینه بازم تلاش دارن، زحمت میکشن، با وجودی که فعلا هیچ منافعی ندارن، حتی شرکت های خساره میکنن، خساره مند میشن، بازم برای مردم اشتغال زایی میکنه. و تشویش ما، نگرانی ما این است که امی منوال اگر پیش بره، نظر به مارکت، نظر به مارکت داخل افغانستان، صادراتم، البته مارکت بیرونی وجود داره برای قالین، تقاضا هست، منتها نرخ‌های انتقالات بلند است و مسیرهای امراض کرونا هم برای ما مشکل ایجاد کرده. در این صورت این احتوان یک شرکت تولیدی خیلی بالاست اگر حکومت هم کار نشه. بازم اتحادی قالین در نظر دارن که با همکاری وزارت تجارت، رهبری وزارت تجارت، بتانیم که ما زمینه آموزش های بخش قالین بافی را در ولایت هایی که هیچ مروج نیستی را ایجاد کنیم و بتانیم که با مشکل فنیش مردم به اشتغال مصروف کنیم. و باید رهبری حکومت در این قسمت توجه خاص کنه تا بتانیم که مارکت قالین از صادرات شما رایش اموارتر بسازیم تا صادر کننده ما به فکر آرام کار کنند. ده خام مواد و پلبان تا اشاره در لو دلچ خام مواد هم قیمت شویدی، خام مواد پاسانه کولشی تاسو ترلاسه کلیشه، ځکه په دې وروستیو کې بانکي سیستمونه تاسو پوهیږئ چې ټول له ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. کله چې ضرورت دې پیښیږي چې تاسو خام مواد له بهر څخه صادر کړئ یا هم خپله په کور دننه د خام موادو دپاره دومره امکانات شته چې دلته دغه خام مواد بسنه د دې کوي چې ستاسو مشکلات پیرا پشي؟ در قسمت مواد خامی که داخل افغانستان تهیه میشه، ای 30% ضروریات سکتور قالین ما را مرفوع میسازه، 70% از این وارداتی است از کشورهای عربی، عراق، سعودی و بعضی کشورهای اروپایی است، بعضی کشورهای آسیایی است که پشم خام داخل میشه و داخل افغانستان میشه و در اینجا با تهیه میشه، توسط دست رشیده میشه با سکتور قالین. و در این قسمت بعضی شخص، افراد، اشخاصی است که منافع شخصی خود در نظر گرفته، امی تار که با وجودی که ما ضرورت داریم تارهای وطنی ما را صادر میکنند در کشورهای رقیب ما مثل هندوستان، خود پاکستان و بعضی کشورهای دیگه که امی سیستم کاری ما را میخواین کپی کنن یا کار کنن، چون تقاضای قالین افغانی در بازار جهانی است. ما در حکومت قبلی هم زیاد تلاش کردیم که مانع از صادرات شویم، متاسفانه که موفق نشدیم. امیدوار هستیم که در این حکومت امارات اسلامی، رهبری وزارت تجارت در این قسمت ما همکاری کنند و جلوی صادرات رسمی و قاچاق مواد خام قالین بگیرند. و همچنان در قسمت مشکلات پولی که بانک ها یک مشکل عمومی است، در اینجا بسیار جدی ما مشکل داریم. در قسمت صادراتی که از افغانستان بعضی شپمنت های ما کوایی میره یا قبلا رفته، مشتری ما پول باید به حساب بانکی روان کنند که متاسفانه اقتضادش روان کرده، پول ما در داخل افغانستان مانده و اقتضاد دیگه شان میگه که ما روان نمیتونیم، ما قبول کرده نمیتونیم که روان کنه. اینجا مشکل کلان است. در این قسمت ما از جامعه جهانی، از رهبری حکومت امارات اسلامی افغانستان خواهشمند هستیم که در این قسمت ما را کمک کنند تا ما بتونیم سکتور خصوصی برای مردم اشتغال زایی را ایجاد کنیم و مردم مصرفی کار بسازیم و همچنان یک لقمه حلال برای مردم پیدا کنیم. بله، یه موضوع چی اگه کم ستونز و مشکلات تا چی تاسو اشاره و کلا چی دقیقی سر تاسو لاس و گریوانی خام مواد چی اگه به هر تا قاچاق که قالین و قاچاق پاره بانده او یا هم د پیسو د لیگ را لیگ پاره بانده دغه مشکلات تاس د اسلامی امارت له مسئولینو سره یا دغه برخه د مسئولینو سره هم شریک کړي دي، د هغوی ځواب تاسو ته څه و چې تر کومه ځایه پورې کولی شي دغه مشکلات ته رسیدګي وکړي؟ بله، دقیقا ما مشکلات خود همیشه با رهبری حکومت، با رهبری وزارت تجارت شریک ساختیم و خوشبختانه بگم در رأس وزارت تجارت
جناب نواب خواجه صاحب عزیزی هستند که اون نام در بخش قالین یک معلومات و مکمل قبلا در این سکتور تجارت و تا تولید داشتند در پاکستان وعده جدی همکاری را با ما اعلان کردند. ما هم رهبری اتحادیه قالین هم در نظر دارند که با همکاری وزارت تجارت بتانیم که در آینده نزدیک یک تغییرات را در این قسمت بیارن تا صادرکننده های ما، کسایی که بیرون رفتن از افغانستان، کسایی که در داخل هستند، در مشکل است، این مشکلشان حل گردد. بله، مخکې مو اشاره درلودله چې په نړیوالو بازارونو کې هم د افغانی قالین و غالیو د پاره ډیر ښه زمینه شتون لري ترڅو هغلته خلق ترلاسه کړی شي. په اوس کې نړیوالو بازارونو ته ستاسو لاسرسی څنګه دی؟ لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره درلودله چې د کرونا په راتګ سره ځینې نور مشکلات د دې باعث شوي دي چې هغلته دومره لاسرسی ونه لري، خو بیا هم نورې بدیل لارو باندې هم فکر شوی؟ در این قسمت یک خود شرکت ها شخصی ارتباط هایی که با مشتری های خود دارن مربوط به خود شرکت ها میشن و یک مسئله مهم دیگه ای است که باید اتحادیه قالین رابطه با همکاری وزارت تجارت ایجاد کنه بین مولدین یا صادرکننده و بین مارکت های جهانی، که شما آگاه هستین که اتحادیه قالین بعد از یک مدت طولانی که انتخابات نشده بود، نو یک تشکیلات جدید در اتحادیه قالین آمده، در تلاش ازی هستیم که ما رابطه را با مارکت های جهانی مستحکم کنیم، اتحادیه قالین با همکاری وزارت. و متاسفانه مثل که پیشتر گفتم، همین مرض کرونا نمایشگاه بین‌المللی فرش دنیا را که هر ساله برگزار میشه در شهر هانوور آلمان دو سال شده به تعویق افتیده. هم سال ما آمادگی خود داشتیم که متاسفانه بازم این به تعویق افتید، و همچنان نمایشگاهی که در امریکا هست، نمایشگاه شانهای در بخش فرش، خیلی خوب، یک مارکت خوب بود، متاسفانه به اثر این کرونا فعلا این مشکل ما داریم و این بازار فعلا به تعویق افتیده. و روابط شخصی شرکت ها، کسایی که در این بخش فعالیت دارن است، و همون مشکل صادرات است که در این مشکل ما فعلا. جمشید دادا صاحب، په خپل په داخل دینه په افغانستان که هم د غالی و مارکیت تا که مگو تاثیر آشو دلتا ایرانی غالی یا قالین همشتون لری، ترکی همشتون لری، افغانی وطنی قالین همشتون لری، اما یو چا تا چنگ قناعت ورکوالی شو چه هغد افغانی قالین واخلی نده چه ایرانی یا ده ترکی قالین، اگر چه لقیمت وی خود دوامدار وی یا ده کور کلا هم وی؟ بله، قالین هایی که در مارکت های افغانستان، داخل افغانستان دیده میشه، قالین های خارجی، اینا قالین های ماشینی است که در ماشین بافته میشه، و قالین افغانی که صادرات است که ما سرش صحبت میکنیم، قالین دست باف است. از نظر شخصی من این قالین با اون قالین مقایسه کردنش بسیار این از نگاه چیز اصولی نیست. قالین ما زمانی میتونیم که در افغانستان قالین ماشینی تولید کنیم با قالین ماشینی وارداتی باز رقابت کنیم. و قالین دستبافت خارجی در افغانستان نیست، نمیایه، اگر باشم بسیار محدود، قاچاق شاید از نگاه قانونی و وارد شدنش هم اجازه نیست. قالین دستباف با ماشینی باید مقایسه نکنیم. و این هم ارتباط میگیره به اقتصاد مردم. اگر اقتصاد مردم بالا باشه، کل میره دستباف میخره و قالین بهترین قالین افغانی خودم میخره. اگر اقتصاد مردم ضعیفتر بود، و باز طرف همون قالین ماشینی میرن که در 10000 افغانی یک 12 متره رو میخرن، به مو خاطر من میگم که قالین دسبافت و ماشینی یک فاصله زیاد داره. دیر از یاد من نکام کور مودان جمشید داده سیب چستروت هم تشریف را شما هم چنان یک جان تشکر. سلامت بود.